باز هم یارانه، باز هم کسری بودجه یارانه و باز هم حرف از حذف یارانه بگیران پردرآمد. بالاترین مقام اقتصادی دولت میگوید این کار مدتی است شروع شده ولی به اطلاع رسانه ها نرسیده. کسایی که خارج نشین بودن و طبعا این افزایش قیمت ها آسیبی به اونها وارد نمی کرد، اونها یارانه هاشون حذف شد. افرادی رو که ما احراز کردیم که اینها افراد پردرآمدی هستند که تأثیر خاصی این ارقام و اعداد در زندگی اونها نداره، الان با یک برنامه مشخص و با احتیاط، بدون اینکه ما استرسی رو تو جامعه ایجاد بکنیم و در همه رسانه‌ها مرتب اعلام بکنیم، با تأنی داریم اون حذف‌ها رو انجام میدیم. منابعی رو هم که حاصل میشه ما صرف بهداشت و درمان میکنیم و صرف تولید خواهیم کرد. دولت ثبت نام مجدد از یارانه بگیران را 10 ماه پیش انجام داد، آن هم با هدف حذف پردرآمدها. بر اساس درآمدی که دولت اعلام میکنه، اگر افراد خودشونو نیازمند اعلام کردن، این امکان رو به دولت میدهند که با همه امکانات و ابزارهای موجود راستی آزمایی بکنه، بررسی بکنه که آیا واقعا این افراد نیازمند هستند یا نیستند. اما بعد از کش و قوس‌های فراوان، دولت عطای شناسایی پردرآمدها را به لقایان بخشید، چون این کار به قول حسن روحانی به معنای سرک کشیدن در دار و ندار مردم بود. ولی قیمت نفت و به تبع آن درآمد دولت به شدت پایین آمده و دخل دولت به خرجش نمی‌خورد. از طرفی دولت نمی‌خواهد با افزایش قیمت سوخت و آب و برق افسار تورمی را که حالا کنترل شده دوباره رها کند. دولت دوباره راه حل را کاهش تعداد کسانی می‌بیند که یارانه نقدی می‌گیرند. کمیسیون تلفیق مجلس در بررسی بودجه سال 94 تصمیم گرفت خانوارهایی که بیش از 2.5 میلیون تومان درآمد دارند را از دریافت یارانه نقدی حذف کند. ولی این مصوبه از همین حالا در مجلس سر و صدا به پا کرده. چرا 2.5 میلیون تومان؟ تکلیف خانوارهای پرتعداد چه می‌شود؟ معلوم نیست وقتی پای این مصوبه در هفته‌های آینده به صحن علنی برسد بتواند جان سالم به در ببرد. حذف یارانه بگیران خارج نشین که نماینده دولت حرفی از تعدادشان نزد بخش آسان کار است. مشکل وقتی شروع می‌شود که تیغ حذف به داخل برسد، هر قدر بی سر و صدا. امیر پایور، بی بی سی.